مقامات پاکستان روز سه‌شنبه 3 اکتبر دستور اخراج تمام مهاجرین بدون اسناد مستقر در آن کشور را صادر کردند که شامل 1.7 میلیون شهروندان افغانستان می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از برخورد نیروهای امنیتی پاکستان با مهاجرین افغان انتقاد کرده و واکنش خود را روز چهارشنبه 4 اکتبر در شبکه اجتماعی اکس بیان داشته است. برخورد با مهاجرین افغان در پاکستان قابل قبول نیست. باید طرف پاکستانی بر پلان خود در این رابطه تجدید نظر کند. مهاجرین افغان در مشکلات امنیتی آن کشور دست ندارند. تا مدتی که مهاجرین افغان به اختیار خود و آهسته از پاکستان بیرون می آیند، تا آن زمان باید حکومت پاکستان تحمل داشته باشد. مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که در شمار زیادی از رویدادهای امنیتی و خشونت‌های اخیر در آن کشور شهروندان افغان مقیم پاکستان دست داشتند. ودان پتیل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن در پاسخ با سوال در مورد این آمار را تایید نکرد و از پاکستان با عنوان شریک مهم در قسمت اسکان مجدد افغانهایی که در حال فرار و به دنبال اسکان مجدد بودند یاد کرد. بر اساس پلان انوارالحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان که روز سه‌شنبه 3 اکتبر سوی کابینه با حضور مقامات ملکی و نظامی منظور شد، مهاجرین غیرقانونی افغان مقیم پاکستان تا اول ماه آینده میلادی مهلت دارند تا به افغانستان بازگردند. مهاجران غیرقانونی و شهروندان غیرقانونی ما که به طور غیرقانونی در پاکستان زندگی میکنند، به آنها تا تاریخ اول ماه نوامبر مهلت میدهیم که باید به کشور خود بازگردند. اگر این مهاجرین تا مهلت تعیین شده پاکستان را ترک نکنند، تمام ادارات تطبیق قانون ما عملیاتی را با تمام قوت برای اخراج آنان آغاز خواهند کرد. حکومت پاکستان گفته است که پس از انقضای این تاریخ، این افراد به صورت دسته‌جمعی اخراج خواهند شد. وزیر داخلی پاکستان میگوید که از ماه جنوری تا حالا 24 حمله انتحاری در پاکستان رخ داده است که 14 مورد آن توسط شهروندان افغان انجام شده است، ادعایی که حکومت طالبان آن را رد کردند. اما افغان‌ها از نبود یک سیاست مشخص پاکستان در مورد مهاجرین افغان شاکی‌اند. گرمس یه خواهشه. من از دولت پاکستان می‌خوام که هر چه زودتر همه مهاجرین را آزاد کنند. دولت باید برای پناهندگان افغان یک پالیسی داشته باشد. بدون داشتن یک سیاست مشخص نمی‌توان این کار را انجام داد. پناهندگان از سال 1979 در اینجا زندگی می‌کنند. ما چگونه به یک بارگی همه چیز را می‌توانیم ترک کنیم؟ باید حداقل 3 سال به مردم فرصت داده شود تا اینجا را ترک کنند. در همین حال سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان است، خواستار توقف بیدرنگ بازداشت و آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان شده است. این سفارت ناوقت سه‌شنبه 3 اکتبر با نشر اعلامیه‌ای در شبکه اکس نگاشته است که طی 2 هفته گذشته پلیس پاکستان بیش از 1000 مهاجر افغان به شمول مهاجرین قانونی را بازداشت کرده است. با گفته این سفارت پس از بازداشت ها اجساد چند مهاجر افغان که علت مرگ آنها هنوز مشخص نیست در چندین شهر از جمله پایتخت پاکستان پیدا شده است. حکومت پاکستان هنوز به ادعای سفارت افغانستان در اسلام آباد واکنشی نشان نداده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.